عوامل وارد شده توسط نظام از جاهای دیگر، از پاکستان آوردن، از عوامل حماس آوردن. خب این کاران هم رژیم قبلا کرده، ولی پایه اتکای نظام روز به روز داره همینطور محدودتر میشه تا اون حدی که بالاخره یک بحران اساسی به وجود خواهد اومد. مملکت اداره نمیتونه بشه. حتی اگه این اتفاقات سه هفته پیش نمیافتاد، آقای احمدی نژاد با اون وضع اقتصادی خراب، با این وضعیت تورم در جایی که ارسا داره از مملکت خارج میشه، هزار یک جور گرفتاری هستش. این مسائل اقتصادی رو هوا نگیریم، قیمت نفت و غیر و ذلک، چجوری میخواد اون مملکت رو اصلا اداره بکنه حتی با یه شرایط قبل از این بحران؟ اضافه بر این اگه بگید که یه همچین حکومتی که امروز به عنوان یک حکومت غاصب همه ترقی میکنن و به هم، یه حداقل همکاری رو بسی از جامعه بتونه انتظار داشته باشه که بتونه حتی به فرم عادی برسونه مسئله امر اداری امور کشور، به نظر من همچین چیزی تقریبا غیر ممکن به نظر میاد، مگر که جامعه بخواد زیر بار این وضعیت و این فشار بره و اجازه بده به اینکه همچین حکومت قاسبی آب خوش از گلوش بره پایین، که بعید میدونم. برای که جواب رد رو نظام در رأسش تا بعض بالا گفتش که اصلا حرفش هم نزنین. عملا خط بطلان رو آقای خامنه‌ای با اون تصمیم دو هفته پیشش کاملا مشخص کرد. شکنندگی نظام از اون ور، مقاومت مدنی مردم در این فاز مقاومت و در جایی که نباید اینقدر انتظار داشت که به شکل دراز مدت فرض بکنید تظاهرات خیابونی ادامه داشته باشه و مانعی هم نداره، چون الان اتفاقا هم با هزینه کمتر جامعه در یک موقعیت مقاومت مدنی قرار میگیره، مثلا به فرم اعتصابات کارگری، کمکاری، همه نوع عدم همکاری با سیستم و این جور کارها رو باز واقعا روش نظر داد و تقویت کرد، و از طرفی همینطور به چالش کشیده شدن خود رژیم از درون خودش در جایی که این بحران روز به روز بیشتر خواهد شد و به احتمال خیلی قوی شکاف‌ها خیلی نمایان‌تر حتی در قالب خود سیستم خواهد بود تا برسیم به مراحل نهایی کار. در جریان کارزار انتخاباتی مردم شاهد دو مسئله بودن. یکی در مناظرات تلویزیونی کاندیداهای مختلف آنچنان طرف مقابل و مورد حمله قرار میدادند و رسوایی ها و جنجال ها رو روی میز میذاشتند که برای مردم پدیده جدیدی بود، با اینکه که از بسیاری از این جنجال ها آشنایی داشتند با اینها، ولی مرحله جدیدی بود چون در تلویزیون دولتی ندیده بودند که مطرح بشه. از جانبی که در تماس با مردم، کاندیداها برخی از خط قرمز هایی که در جمهوری اسلامی ایران نمیشد راجبش صحبت کرد، حجاب اختیاری، حمایت از بهایی ها، تغییر قانون اساسی، مسئله ملیت ها، قومیت ها، اقلیت های دینی، مذهبی، قومی، همه اینا وارد شد به این کارزار. شکستن این خطای قرمز به نوعی به این خاطر بود که این افراد می دونستن جامعه این خواستو داره، یا این که فکر می کردن باید این مسئله رو به جامعه بدن برای اینکه جامعه چیز دیگری ازشون نخواد. در صورت هر نوع، حالا چه به خاطر پاسخ مستقیم به خواسته جامعه، چه از یک دید یک نوع سوپاپ امنیتی برای اینکه این احتراق به اون حد انفجاریش نرسه، به عنوان یک امتیاز به جامعه هر جوری بخواید تلقیش بکنید، در هر حالتش یک عقب نشینی اجباری این رژیم هست، مگر اینکه بخواد دست به یه سرکوب وحشتناکی بزنه به عنوان آخرین امید بقای خودش، که در اون شرایط مشکل میبینم که مواجه نشه با یک انزوای محض بین‌المللی و فشارهای بسیاری بیشتر از درون. حال فکر میکنم که در این معادله نزدیکتر جامعه ایران نزدیکتر داره میشه از دید من به اون هدف نهاییش، و با دیگه برای همه در داخل ایران کاملا واضحه که وقتی که شما اصلا فرصت این که بتونید یک بحث آزاد داشته باشید، در جایی که خیلی ها مجبورن در لفافه حرف خودشونو بزنن، در جایی که هنوز عامل سرکوب طوریست که به محض اینکه یک کسی یه حرفی یه ذره فراتر بذاره آنن زندانی میشه، آنن محکوم میشه، آنن بهش میگن تو جاسوسی، آنن میگن تو خائنی به انقلاب یا هر چیزی از این قبیل، خب تا یه حدی میتونن حرفشونو باز بیان بکنن. اما میتوان اینو تصور کرد که جامعه خواستش خیلی فراتر از این مراحل هستش و به حق خواهد رفت، و
به هر حال این فرایند رو بایستی دنبال کرد و دید به کجا میشه رسوندش و هدف نهایی به اعتقاد من این هستش که اگه جامعه ایران یک روزی بخواد واقعا آزاد باشه، واقعا حاکمیت مردم به وجود بیاد، واقعا دموکراسی داشته باشیم، واقعا حقوق بشر در مملکت رعایت بشه و تمام خواسته های هر بخشی از جامعه، چه از یک دید قومی، چه از یک دید اقلیت مذهبی بودن، یا هر ایدولوژی یا هر بخشی از جامعه، نمیتوان این رو در قالب این نظام انتظار داشت یا متصور بود. بنابراین اساس کار برمیگرده زیر سوال بردن اساس این رژیم، قانون اساسی، نظامی که داریم و اجباراً باعث یک تغییر فاحشی رخ بده و مجدداً میرسیم به مرحله‌ای که چگونه میتوان تغییر بنیادی ایجاد کرد، قانون اساسی نوینی رو داشت، رفراندومی داشت برای موضوع و از این گونه بحثایی که فکر کنم دیر یا زود بیشتر و بیشتر باز دوباره مطرح خواهد شد. اما در فاز کنونی که الان هستیم، مسلما اولین مرکز تمرکز تمام جریاناتی که به مخالفت با این وضعیت برخواستن الان یک مقابله سراسری و دست جمعی که همه گرایش ها رو میتونه دور خودش جمع بکنه، مقاومت در یک حکومت غاصبی است که میخواد علارغم مردم خودش رو به کرسی بنشونه و نباید اجازه داد که این حرکت از بین بره به خاطر اینکه رژیم تونسته باز دوباره به نوع خودش رو تثبیت بکنه. شما اشاره کردین به این که کسانی که به هر نوع اعتراض میکنند به عنوان وابسته به قدرت‌های بیگانه متهم میشن و به زندان انداخته میشن و کسانی که گرفتن در حال تهیه اعتراف ازشون هستن که بیان بگن تا چه اندازه و از سوی کدوم قدرت بیگانه حمایت شدن و خواستن در ایران انقلاب مخملی را بندازن. قدرت های بیگانه خیلی محتاطانه کشورهای غرب تا کنون رفتار کردن، ضمن محکوم کردن خشونت های خیابانی در مورد انتخابات سعی کردن که بگن خب این انتخابات شک برانگیزه، دقیق نیست، ولی محکومیت سریع نکردن و البته خب یه مسئله داخلی هم از انتخابات. ولی شما فکر میکنید که جامعه غرب اگر دولت ایران فشار بیاره آنچنان که داره بروی بعضی دولت‌ها با دستگیری حتی کارمندان سفارت‌هاشون یا خبرنگاراشون فشار میاره، غرب باز هم اینقدر متین رفتار خواهد کرد با جمهوری اسلامی ایران؟ ببینید در قسمت اولش شما باز در نظر بگیرید که یکی از تاکتیک‌های همیشگی نظام‌های توتالیتر در این مورد جمهوری اسلامی این هستش که همیشه دنبال یک دشمن خارجی تراشیدن باشه، یک جوری شروع کنه مسئله رو به عنوان دسیسه، به عنوان دای جان ناپولونی که پشت سرش یک قدرت خارجی است، همه جاسوسن، همه خائنن، همه عامل وابسته هستن. یعنی واقعا دلم میخواد بدونم که آیا مثلا ندا این جاسوس خارجی بود که رفت اونجا کشته شد برای اینکه گفت من فقط میخوام از حق آزادی خودم دفاع بکنم و میلیون ها آدم مثل او آخه همچین برچسبی میچسبه همچین آدمی؟ معلومه که نه. خب رژیم دنبال این کار هست، مطبوعات و هر کسی که ارتباطی داشت به کارمند یک سفارتخونه رو، تمام این بازی ها رو رژیم خواهد کرد باز برای اینکه حواس ها بره در یک جهت دیگری. اما فکر نمی کنم که چنین وصله‌ای رو بتوانه واقعا رژیم به کسی بچسبونه. اما این رو هم ضمناً بگم که متاسفانه بسیاری از همیهنانمون که وادار شدن تحت فشار و تحت تهدید که بیان اعتراف کنن که مثلا یک عامل دیگر بودن، از این بابت نگران نباشن که این اعتراف، این اعتراف جدی است و کسی واقعا باور خواهد کرد، چون مسلماً تحت فشار بوده. یعنی رژیم با چنین وقاحتی حتی تا اون حد رفته که بگه یه عده از همیهنانمون رفتن لباس بسیجی پوشیدن،